یک مؤسسه صنایع هوایی در انگلستان طرح جدیدی برای هواپیمایی ارائه کرده که با سوخت هیدروژنی کار میکنه و هیچ دیوکسید کربونی تولید نمیکنه. این هواپیما که ممکنه از سال 2035 به تولید برسه، به جای سوخت کروسین از هیدروژن مایع استفاده میکنه که بسیار سبکتر از سوخت معمولی هواپیما است. این هواپیما قادر خواهد بود نصف کره زمین رو بدون نیاز به سوخت رسانی طی کنه. شرکت نورالینک اعلام کرده که امید داره از سال آینده کاشت چیپست در انسان‌ها را شروع کنه. این چیپ‌ها در ابتدا در بدن افرادی که زایای نخاعی دارن کارگزاری میشه تا بتونن اعضای بدنشون رو حرکت بدن. این بیماران قادر خواهند بود با استفاده از این چیپست فقط با استفاده از امواج مغزیشون با دوستاشون ارتباط برقرار کنن و از اینترنت استفاده کنن. این دستگاه شامل الکترودهایی هست که توی مغز انسان کار گذاشته میشه و به صورت وایرلس شارژ میشه. و یکی از محققین تولید کننده واکسن آسترازنکا هشدار داده که کووید 19 به هیچ عنوان آخرین پندمی بشر نیست و ویروس بعدی احتمالاً مصری‌تر و خطرناکتر از کرونا خواهد بود. این اولین بار نیست که این هشدار به دولت‌ها داده میشه تا خودشون رو برای پندمی‌های بعدی آماده کنن.